ببینید قبور معصومین خیلی چیزا توش هست، اونایی که میفهمیدن میفهمیدن. بی جهت نیست که 70 سالهای بهجت هر روز میرفتم یه حرمی، میدونست اونجا باید چی گیر بیاد. بی جهت نیست که امام راحلمون نجف بود 15 سال هر شب حرم امیرالمومنین میرفت کنارش، حاج آقا حسین قمی هر روز میرفت حرم است معصومه. ببینید این قبور خیلی چیزها داره برای اهلش. اون وقت قبر حضرت زهرا که نیست که ما بتونیم چیزی ازش بگیریم. اون بهرهای قبر حضرت زهرا کجاست؟ گذاشتن اینجا. اون بهرهای قبر حضرت زهرا رو گذاشتن تو حرم است معصومه. چرا؟ به چه دلیل؟ حاج آقا اینو دارید میگی؟ به چه دلیل این رو میگید؟ اولا این رو به عنایت بفرمایید. این که حضرت زهرا محور همه معصومینه، اینو که شک نداریم که ما یه چیزی میشتبیم راجع به حضرت زهرا که میگن ام الائمه بود. ام الائمه رو زود وقتی معنا میکنیم میگه خب ام الائمه یعنی مادر ائمه دیگه. عزیزم این نیست که، این که خیلی معنای سطحی از ام الائمه. ام تو کلمه عربی یعنی ریشه، یعنی ریشه. حضرت زهرا ام الائمه بود، ریشه بود، هم از جهت جسمی ائمه از او گرفته شدن، این که روشنه، مادرشون بود. هم نور اهل بیت از نور حضرت زهرا گرفته شد، نور حضرت زهرا مستقیم از خدا، این فوق العاده است. تو زیارتنامه حضرت زهرا بخونید، تو مفاتی تو زیارتنامش بخونید، سللت منها انوار الائمه. خدایا تو از حضرت زهرا انوار ائمه رو گرفتی، یعنی حضرت زهرا واسطه ای انوار اهل بیته، یعنی هر فیضی که به اهل بیت میرسه از طریق حضرت زهراست. اینو میشه فهمید؟ اینو میشه فهمید یعنی چی؟ تو جلد 43 بهارالانوار روایت هست که خداوند متعال وقتی دور حضرت زهرا رو خلق کرد آنچنان این نور درخشید که ملائکه بهتشون زد. سوال کردن که خدای این نور چیه؟ خدا فرمود هازا نور من نوری خلقته من عظمتی، این نور رو از عظمت خودم خلق کردم. و اخرجه من صلب نبی من انبیای، اینو تو صلب نبی از پیغمبرانم قرار دادم که افضله علی جمیع الانبیا، برترین انبیاست. بعد مقصودم اینجاست، تو همین روایت هم است، بعد خدا متعال فرمود اخرج منه انوار الائمه، انوار ائمه رو از این نور میگیرم. یعنی نور حضرت زهرا مستقیم از نور عظمت خدا گرفته شده، انوار ائمه از نور حضرت زهرا گرفته شده. حضرت زهرا واسطه فیضه، حضرت زهرا واسطه فیضه. این میشه فهمی؟ این همونیست که امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا، ما اهل بیت حجت خدا بر مردمیم، مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست، مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست. تو حدیث کسا دقت بکنی، تو حدیث کسا دقت بکنید، پنجتن وقتی خواستن وارد بر حضرت زهرا بشن از پیغمبر گرفته امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، خود از زهرا هم که آخر رفت، هر کدوم وقتی اومدن پیش حضرت زهرا پیغمبر گفت که دخترم انی اجد فی بدنی ضعفا، من تو خودم ضعف حس میکنم. حضرت زهرا گفت پدر جان اعیذک بالله، من به تو پناه میدم، پناه خدا رو من به تو میدم. نمیشه اینا رو فهمید، یعنی چیه پیغمبر پناه برده به حضرت زهرا؟ حضرت زهرا میگه من به تو پناه خدا رو میدم. امیرالمومنین همین رو گفت، حضرت زهرا گفت من پناه خدا رو بهت میدم. امام حسن و امام حسین همین رو گفتن، گفتن من، این دیگه حدیث کساس دیگه، این حدیث کساس، این همون است که خدا رحمت کنه آقای بهجت میفرمود این حدیث کسا معجزه است. تو جای خونده بشه پنجتن و خمسه طیبه عنایت و حضور خاص خواهند داشت. حضرت زهرا محور معصومینه، هر جا باشه بقیه هستن. چقدر قشنگ گفت این شاعر معاصر ما، واقعا بهشت بر او باد، شاعر معاصر زنده است آی سازگار، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا
ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. نسبت به حضرت زهرا همشون جور دیگری بودن. خب این حضرت زهرای بزرگوار قبرش مخفیه، بهرهایی که تو قبر حضرت زهرا هست فوق‌العاده است. چرا باید مؤمنین محروم باشن از اون بهرها؟ نباید محروم باشن، یه جا باید جانشین داشته باشه. حضرت معصومه رو گذاشتن واسطه نوری حضرت زهرا، لذا همه اهل بیت اینجان.